با نام و یاد خدای مهربان، با سلام خدمت تمام شما دوستای خوب و نازنین. انشالله که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. دوستای خوب و نازنین، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان و خدا کنه که این روز سه‌شنبه را تایید با خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ شروع میکنیم. سلام دوستای نازنین، امیدوار هستم حال شما خوب و صحتمند و خوشحال باشین و این روز سه‌شنبه رو تاییدن به بسیار خوبی سپری کرده باشین. دوستای نازنین، ما گفتیم روز سه‌شنبه واقعا که روز خیلی خوبی است رو بابا جان، اما تا که دوستای ما میفهمه و ما هم میفهمیم که روز واقعا خیلی زیبا هست. به خاطر چی؟ به خاطر که ما میخوایم که در مورد شگفت‌های آفرینش صحبت کنیم و دوستای نازنین ما همیشه روزای سه‌شنبه منتظری هستن که ما کدام شگفتی رو میخوایم که به معرفی بگیریم و او را برای دوستای نازنین خود بیشتر و بیشتر معرفی کنیم. بله رو بابا جان، وقتی که ما درباره یک شگفتی که خداوند بزرگ خلق کرده صحبت میکنیم، معلومات میگیم، خوب است که معلومات همگی ما بالا بره و در ضمن که آیتم نقاشی که با نصیب جان از فراموش نکنیم. بله درست است. امروز هم دوستای نازنین میخوایم که در مورد یک پرنده صحبت کنیم. البته باید در اول امیالم بگیم که این پرنده خیلی جالب است و بیشتر از اینکه یک پرنده باشه یک مرغ است و بهتره که بیشترش مریم برای شما بگید تایی که بله رو باور جان. بله. تا ای که دوستای ما زیاد شد علاقمند داشته باشن بفهمه که خب پرنده هم گفتن بله. میتونیم برش، مرغ هم گفتن میتونیم، حتی یک نام خیلی یک حیوان بزرگ دیگه هم دسترش بله. هست بله. ترکیب دو تا نام از حیوانات هست، یکی چی میگه؟ برزی چی میگه؟ شترمرغ. بله دوستان، امروز میخواییم که درباره شترمرغ معلومات بگوییم تا یکی بفهم شترمرغ واقعا چه قسم یک پرنده بله. است، مرغ است، چه قسم هست و نیست، تا یکی کلگی ما معلومات ما درباره شترمرغ ها بالا بره، دیگه یکی بفهم که یک کدام شترمرغ است و کلان است، خورده است، اندازه هایش بگوییم، خیلی خوب میشه. بله مریم جان، شاید دوستای نازنین ما تا هنوز شترمرغ شاید بعضی هاشون از نزدیک دیده باشن، شاید بعضی ها تخمشه دیده باشن و شاید بعضی از دوستای ما هم باشن که مثل ما و مریم جان که تا هنوز از نزدیک ندیدیم، اما در تصاویر در مستند حیوانات دیدیم و شاید دوستای ما از او دسته آدم بله. ها هم باشن. شاید بعضی از دوستای ما تا هنوز هیچ ندیده باشه، میال هم عکس شده اسکرین بله. میبینن. واقعا خیلی جالب است رو بابا جان، خیلی جالب است. پس خوب است که معلوماتش رو شروع کنیم تا اینکه دوستای ما زیاد منتظر نمانند. بله مریم جان شروع کنیم تا دوستای نازنین ما بیشتر از این دیگه خیلی علاقه مند شدن. بله رو بابا جان واقعا خیلی جالب هم هستن، خیلی جالب است رو بابا جان. بله خب شروع میکنیم. دوستای نازنین میگه شترمرغ پرنده با بدن بزرگ است که در میان پرندگانی که بر روی همین کره زمین یا کره خاکی زندگی میکنن، شترمرغ هم در کنار از اینا زندگی میکنن. بله. و دیگه یکم میگه که شترمرغ بزرگترین بدن یا جسم داره و دیگه که بیشترین سرعت در دویدن دارن، یعنی که وقتی که اینا میدوه خیلی سرعتشان بالا و بلند است. و دیگه که میگه یک پرنده با گردن و پاهایی که خیلی بلند و درازی که داره قادره که وقتی که خطر را حس میکنه میتونه که تا به مدت 15 دقیقه در با سرعت 70 کیلومتر در ساعت چکار کنه بدوه، یعنی که سرعت دوش از نام خیلی خیلی بلند است. بله. بله وقتی که اینا خطر رو حس میکنن میتونن که خیلی تیز بدون و خودشان رو نجات بدن. بله و دیگه یکی بین طرف وزنشان میگه وزن پرنده از 63 تا 145 کیلوگرم میباشه، یعنی که در حال تغییر است، یعنی بعضیشان میتونه که 63 کیلوگرم باشه، بعضیشان میتونه که 145 کیلوگرم باشه. این دیمی خانه ها چی داره وزن دارن. و دیگه یکی میگه شترمرغ نر قدش به اندازه 2.1 تا 2.8 متر میباشه. قدش شترمرغ نر خیلی بلند است اگر رو بابا جان. بله دقیقاً خیلی بلند است. خیلی بلند است. و دیگه که شترمرغ ماده کی است و قدش به اندازه از 1.7 تا 2 متر میرسه. بله خیلی جالب بود. چقدر قد بلند دارن درست است؟ قدش بلنده. بله. اگر ما پاریز نیستا چویم خب شاید ما را شو دیدش نشم بله، از پشترشان بله. نازمو کنه کلانتر معلوم خواهد شده. بله مریم جان، دوستای نازنین این پرنده بزرگ با وجودی که یک پرنده هست اما قابلیت پرواز کردن را نداره. خب معلومه که نمیتونه پرواز کنه وقتی بله. که وزنشان اخ کلان باشه، خب نمیتونه که در هوا پرواز بله. کنه درست است؟ واقعا وزنشان خیلی بله. زیاد است. اما یک ویژگی خیلی خاصی که داره است که پاهای بلند و درازشان باعث شده که اینها بتونه خیلی خوب و با سرعت خیلی بالایی چی بدون بله. و فاصله های زیاد
زیادی را تعیین کنند و همچنان جنس نر و ماده ای پرنده ها گفته که از لحاظ رنگ پرهایشان جنس نرش کمی رنگ چی تیره تر داره بله. و قسمت دومش رنگ سفیدی داره، اما جنس ماده گفته که رنگ قهوه‌ای را به خود گرفته و باید بگیم که پرهای تن ای پرنده ها کامل پوشانده از پر هستند، اما قسمت گردنشان هیچ پری نداره و دوستان ما میتونن که در تصویر هم ببینن. درسته؟ بله، واقعا که قسمت گردنشان بله. هیچ پری نداره، گردنشان خیلی دراز و بلند است. بله، خیلی ویژگی های خاصی داره. بسیارم جالب است. دیگه یکی رو بابا جان بله. میگه که در هر دو جنسشان، یعنی که در جنس نر و ماده شتر مرغا بله. میگه سرشان نسبت به بدنشان چی است؟ کوچکتر است. بله. یعنی که بدنشان بزرگ است و سرشان کوچک میباشه و دیگه نوک بزرگی داره یا منقار بزرگی داره و چشمانش هم خیلی بزرگ و کلان است و در ضمن که در اطراف چشمانشان چی داره؟ مژه داره که به خاطر محافظت چشمایشان میباشه. بله. و دیگه که ما گفتیم چشمایشان خیلی بزرگ است، پس میتونیم بگوییم که همه چشمای بزرگی که اینا دارن میگه حتی بزرگتر از مغزشان میباشه، یعنی که چشمایشان از مغز شتر مرغ کده چیز بزرگتر است و دیگه که به خاطر این است که قدرت بیناییشان خیلی بلند و زیاد فوق‌العاده است. بله، چقدر خوب و چه ویژگی های خاصی را داره این شتر مرغ. بله. مریم جان اگه موافق باشی با دوستای نازنین بریم یک میان برنامه ببینیم و دوباره برگردیم. بله دوستا، با همه کارتون ببینیم و دوباره با ما باشین. خب دوستای نازنین، ما و روبابا جان در باره شتر مرغ کم و توم گفتیم، اما خوب است که دگام بگوییم به خاطر که این پرنده بگوییم یا این حیوانی که ما این روز معرفی میکنیم خیلی جالب و جذاب است. واقعا خیلی جذاب است روبابا. بله مریم جان، خیلی ویژگی های خاصی داره و خیلی توانایی های خاصی داره که هر پرنده ای توانایی ها را نداره، پس خوب است که ادامه بدیم تا دوستای نازنین ما بیشتر متوجه بشن. روبابا جان، بیشتر گفتیم که پاهاش خیلی بلند و قدرتمند است. بله. اگه فرض مثال در اینجا ما یگان شتر مرغ داشته باشیم، این شتر مرغ ما میتونه تا 5 متر دیگر چیکار کنه؟ پرش کنه. واو. یعنی که خیلی پرش بلند داره، میتونه تا 5 متر چیکار کنه؟ پرش کنه و به یک لحظه چیکار کنه؟ طی کنه مسیره. خیلی بله. قدرت پاهایش خیلی بلند است روبابا جان. بله دقیقاً. در مورد پاهای شتر مرغ خیلی زیاد گفتیم و این که میتونه خیلی با سرعت زیادی بده و میتونه که خیلی محکم و سریع حرکت کنه. بله. یک چیز دیگه هم برای دوستان نازنین خود بگیم که پاهای اینها تنها برای دویدن و پرش کردن نه، بلکه به عنوان یک اسلحه خیلی خوب در مقابل شکارچیان و دشمنایی که در اون نزدیک میشه هم به کار میره. مثلا گفته که اگر کدام حیوانی مثل پشک‌های وحشی صحرایی، پلنگ و هر حیوانی که حتی از شیر هم یک کمی خردتر باشه در اینها حمله کنه، گفته میتونه با عمو پاهای خود به این ضربه بزنه و حتی باعث مرگ و شکارچی هم میشه. و یک چیز جالب دیگه ای که گفته در قسمت پاهای شتر مرغ به اندازه 10 سانتی متر یک قسمت تیغی مانند خیلی عمو قسمت‌های نوک پایشان قرار داره که اسلحه خیلی خوبی برای دفع شکارچی به حساب می آید. و همونطور که مریم جانم گفت که چشمایشان خیلی قوی هست و می تانه که خیلی خوب ببینه، گفته ای باعث میشه که از فاصله خیلی خیلی دور بتانه که حریف یا دشمن و او شکارچی را نیه چیکار کنه، بررسی کنه، تشخیص بده، بله. که اجازه نته به او نزدیک شه و خود از ساحت دور بکنه. بله رو بابا جان. بله. خیلی جالب است. دیگه که ببین طرف تغذیهشان که ناز چی چیزی میتونه تغذیه کنه. دوست بله. نزنین شتر مرغ ها میتونه که از برگ درختان، ریشه درختان و گل ها و دانه ها از اینا تغذیه کنه، اما در کنار از اینا میتونه که از بعضی حشراتی که خیلی کوچک و خرد هستن مثل مار و ملک بله. و اینا همچنان میتونه که تغذیه کنه. و دیگه که میگه شتر مرغ ها که هستن به صورت گروهی زندگی میکنن. بله. که 12 تا شتر مرغ یک جای شوه یک گله را تشکیل میده. وقتی که گله رو تشکیل داد، نمی شتر مرغای نر به خاطر اینکه از شتر مرغای ماده محافظت کنن با هم یک رقابت میکنه. هر کدامشان که برنده شد، رقابت برنده شد، او شتر مرغ نر چیکار میکنه؟ اما رهبری می گله و گروه در گردن خود میگیره. چقدر جالب. بله بسیار جالب است. یعنی که اینا رهبری و مدیریت را هم خیلی خوب میفهمند دیگه. درست است؟ بسیار میفهمند. بله. خب مریم جان، دوستای نازنین، شتر مرغ ماده اصلی گفتم میتونه در حدود 11 تخم را
بگذاره و این تخمه ها را در قسمت وسط یا در میانه لانه نگهداری میکنه، به خاطر که اگر ممکن که خدای نکرده این لانه خراب شود، در قسمت های کمری نگهداری اگر بکنه او قسمت شاید که تخم آسیب ببینه و خراب شه، به خاطر در قسمت وسط لانه نگهداری میکنه و بعد از 40 روز این تخم مرغ ها، این تخم شتر مرغ ها چیکار میکنه؟ به جوجه تبدیل میشه و سر از همین تخمه ها بیرون میکنه و بعد از گذشت چند روزی میتونه که همراه پدر و مادر به راه بیفته و بتونه که چیکار کنه؟ حرکت بکنه. و پدر گفته خیلی یک مسئولیت خطرناک و خوبی رو به عهده داره که میتونه از این جوجه ها مراقبت کنه در برابر باد و باران و آفتاب که پرهای خود هموار میکنه تا اینکه جوجه ها در زیر پر او قرار میگیره و از این طریق میتونه که از او خوب مراقبت بکنه. بله رو بابا جان، تو پدرهایش هم مهربان است. دقیقاً. دیگه گرو بابا جان میگه که شتر مرغ ها در دوره سنی 14 ماهگی بالغ میشن و دیگه که شتر مرغ نر در سن 2.5 سالگی آماده جفتگیری میشه و شتر مرغ ماده که از سن 2 سالگی همه جفتگیری خودش چیکار میکنه؟ شروع میکنه و آماده تخم گذاری هست. بله. و دیگه که خیلی جالب است که اینا میتونن در قصه نکم جفتگیری کنن و تخم گذاری کنن. بله. و یک چیز دیگر هم یادمانه رو دوست داریم از این که شتر مرغ میتونه که تا مدت 5 سالگی رو تخم گذاری بکنه و بعد از او دیگه کم کم پیر میشن و جای اینا را نسل جوانتر میگیره و اینها به سمت کشتارگاه یا جایی که خب گوشت اینا را بعد استفاده کرد راهی میشه و در اونجا چیکار میکنه؟ از گوشت اینها استفاده میشه. و یک چیز دیگر هم باید بگیم که گوشت شترمرغ خیلی گوشت خوب و مفید است، به خاطر که چربی خیلی کمی داره. بله رو بابا جان، اونا رو میکشن دیگه. خب به هر صورت دیگه ای که وقتی که مادر شترمرغ مادر بالای تخم میشینه باید برش غذا و نان تمام چیز برش باید داده شه، به خاطر که اثر تخم ها که بیخیزه ممکنه که تخم ها خراب شه و گنده شوه. بله. و دیگه ای که اگر مثلا 5 تا تخم اگر از یک کمتر باشه 4 تا باشه اصلا شترمرغ مادر بالای تخم ها نمیشینه، باید حداقل 5 تا از اون بالاتر زیادتر باید باشه. وای چقدر جالب، چه معلومات جالبی بود و امیدوارم که دوستان نازنین ما باز هم خودشان تحقیق کنن تا در مورد این پرنده زیبا معلوماتشان زیادتر و زیادتر بسازن. بله رو بابا جان، و ان شاءالله که دوستای ما از معلومات امروز بله. خوششان آمده باشه و شترمرغ هم واقعا خیلی زیبا و جالب بود. بله. دیگه که خیر بدنشان سرشان واقعا خیلی خورد است، یعنی که سرشان خیلی خیلی خورد بود و بدنشان خیلی کلان بود، خیلی جالب هستن. بله دخن. خب دوستای نازنین این بود از معلومات امروز ما در تم نقاشی با نصیبه جان باشین، همراه باشین. بله دوستا تشکر میکنم تا این لحظات با ما بودین، خدا نگهدارتان، خداحافظ دوستان.